برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. انتشار کلیپ قاچاق مواد مخدر از طریق قرآن کریم در عربستان سعودی با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. فیصل عبدالکریم خبرنگار عربستان از طریق حساب کاربری خود در توییتر این کلیپ را از داخل نمایشگاه کمیته ملی مبارزه با مواد مخدر در این کشور را منتشر کرده است. اداره فنی و مهندسی آستان مقدس حسینی علیه السلام از عزم خود برای ساخت 6 مدرسه برای ایتام در استان کربلا معلا خبر داد. گفته می شود این مدارس گنجایش 5000 دانش آموز را خواهند داشت و همگی در سال آینده میلادی افتتاح خواهند شد. در ساخت این مدارس از نقشه های مهندسی مدارس انگلیسی کپی برداری شده است. منابع محلی از صدور حکم 14 سال حبس برای یک مسلمان چینی به جرم آموزش قرآن کریم به کودکان خبر داد. گفته می شود این فرد مسلمان حسیت احمد 57 ساله است و بعض مبلغان دینی منطقه مسلمان نشین اویغور به شمار می رود. دولت مرکزی چین همواره مسلمانان اویغور را زیر ظلم، ستم، تب و تبعیض قرار داده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی سوریه در عملیاتی یک سرکرده سنی های تندروی داعش و 2 تن از همراهان او را در منطقه المزیرب در غرب استان درعا از پا درآوردند. منبع مذکور گفت که از جمله برجسته ترین سرکرده های به هلاک رسیده داعش محمد قاسم سبیحی ملقب به ابو طارق قاسم ایران است که مسئول جنایت‌های بسیاری در درعا از جمله حمله به نیروهای پلیس در پاسگاه المزیرب بوده است. مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وابسته به مؤسسه امام هادی علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامز الله در شهر کابل پایتخت افغانستان جدیدترین فعالیت بشردوستانه خود را انجام داد. در این فعالیت کمک زمستانی غیر نقدی شامل پتو و لباس گرم و نیز کمک های نقدی میان خانواده های ایتام و نیازمند شهرک امید سبز توزیع گردید. خانم کاترجینا کونیچنا عضو پارلمان اروپا و رئیس حزب مرافعه کشور چک طی اظهاراتی خواستار پاسخگویی ایالات متحده آمریکا در مورد جنایت‌هایش در عراق و سوریه شد. وی در این باره گفت باید یک دادگاه جنگی تشکیل شود و آمریکا محاکمه جنگی شود و نسبت به اقدامها و جنایتهایی که در خاک عراق و سوریه مرتکب شد پاسخگو باشد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی به نقل از دانشمندان سازمان فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا نوشت کره زمین در آستانه حالتی است که هر 50,000 سال یک بار رخ می‌دهد. این گزارش در ادامه افزود در این اتفاق نادر 50,000 سال پیش در بخشی از صحرای گرم آفریقا در عصر حجر برای اولین بار سوزن خیاطی در آنجا اختراع شد و در همان زمان شهاب سنگی در فضا عبور کرد که اکنون قرار است یک بار دیگر بعد از 50,000 سال در آسمان کره خاکی دیده شود. در پی تکرار اقدام ضد اسلامی قرآن سوزی در کشور سوئد و سکوت مقام های مسئول در این کشور، خشم مسلمانان جهان به ویژه اروپا و به خصوص مسلمانان سوئد را فرا گرفت. در پی وقوع این اقدام، مسلمانان در کشور سوئد به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز پرداخته و مسلمانان دیگر کشورهای جهان به خصوص اروپایی در فضای مجازی خشم و اعتراض شدید خود را نسبت به رفتار دولت سوئد بیان کردند.